هزینه تمدید پاسپورت از زادیل برای 3 ماه 240,000 تومان برای هر نفر است. 40,000 تومان برای ثبت نام، 200 آره قیمت ها رو باز بگم برای شما. در قسمت کارد کارگری از زادیل، کسایی که مثلا ضرورت داره بگیره، بسیار یک سهولت خوبه، خیلی خوبه. یعنی شما جواز کار شما در جیب شما، بله. دیگه همه چیز شما قانونی میشه، هیچ کس نمیگه که مثلا تو چرا، و هر جایی که مثلا بری دنبال کار، همو کار فرمام که همو کار در جیبت ببینه، در دستت ببینه، میگه که والله همی آدم اصولی قانونی بیا امیر من بگیرم. آره. قطعا عزیز سلام، امیدوار هستیم که در هر گوشه از دنیا که هستین جور و صحتمند سر حال باشین. اگه خوش آمدین به یک ویدیوی کاملا متفاوت و جدید از چینل مرزه و مرتضی. بله، از زایدیل مام سلام دارم خدمت همگی شما، امیدوارم در جایی که هستین خوب خوش آرام باشین، صحت کامل داشته باشین، خوش آرام باشین، دیگه روزای خوب و قشنگ داشته باشین، لحظات شما پر از خوشی و آرامش باشه. دیگه عزیزان امرو خمبین گره نهور چقدر چون گره مرتضی اووری اووری سیاه را پیشت سرمده بسیارم تر غمگینم تا قصد قصده چی داره؟ باریدو داره، باریدم داره، البته داره از پشت سر یک رد بسیار کلان می، آره. احتمالا که موستورم بگیره، ولی مورم بگیره، آره. خدا کنه که نگیره که تر نشیم، خوشک بریم خانه. اگه تر شدیم هم خیره، خیلی وقت میشه که زیر باران نبودیم، هوا دو نفره بل بشه. علمو 3 نفریم اما سلام. سلام نفره باشه. سلام چطوری؟ سلام. من از تمنیل ویدیو از تایتل اینا متوجه شده باشین که مو مرزیه. امروز میخواییم در این ویدیو چی چیزی را در مورد صحبت کنیم. بله، همین دیگه، این حالی موریم روی اصل موضوع. اصل موضوع موریم عزیزم، اصل موضوع. و قبل از باید بلدشمو بگم که جایی که مو مرزی آمدی خیلی یک جای قشنگ و درخت ها، امی درخت های درخت های چنار نه؟ آره درخت های چنار و طرف هم کشتی گندوم ها. آره اینجایش هم کشت و زراعت هسته، از این کانال یاب و مو مرزی ها اون از ساحه آمدی، منطقه اومدی. آره. یعنی هم درخت های چنار این طرف هم کشتی گندوم دیگه دقیقا وو حصار کده، یک کس داخلش رفته نمیتونه، اما خیلی یک جایی قشنگ هسته. خب از مو مرزه امروز آمدیم تا در مورد تمدید کردن پاسپورت و مراحلی که باید انجام شوه صحبت بکنیم. بله مرزیه، البته عزیزا ما مرتضی هر موضوعی را که در مورد چی میخوای معلومات بدی از تجربیات خوب بلش ما مگیم. ما مرتضی دیروز نه پری روز در دفتر کفالت رفته بودیم که پاسپورت های خورا بگیریم، یعنی تقریبا 40 روز پیش ما در تمدید داده بودیم پاسپورت های خورا. دیگه پری روز رفتیم گرفتیم، بر علاوه ویزه خوب پاسپورت خوب چی رم گرفتیم، کارت کارگری. دیگه ای که چی رقم گرفته و چقدر گرفته، چی مراحل رو طی کردیم، مرتضی بلدش مور توضیح میده. بل بایی بچه من غرض نمید باش. عزیزا قسمی که مرزی ها گفت، یعنی زمان که شما اینجا وارد میشین تقریبا 15 روز ابدا الا 15 روز از وقت پاسپورت شما که مومانه، شما باید دور ببرین در دفتر کفالت. هر دفتری که نزدیک شماست، دفتر کفالت اینجا زیاده، شما میتونید برین اونجا نوبت بگیرین برای تمدید. بعد اونا برای شما نوبت میده که 10-15 روز بعد مثلا بیایید. بعد 10-15 روز شما مورین چیز میکنین، این پاسپورت های شما رو تحویل میگیره، برای شما یک ورق میده که مثلا پلیس و خلاصه در مشکل نخورین دیگه، بتونین ازش استفاده کنین. او ورق شما همراه شما هسته و برای شما میگه که بعد 40 روز شما میتونین به این پاسپورت خود دریافت بکنین. بعد از 40 روز که شما رفتین دفتر کفالت، او ورق تسلیم میشن اونا و بلده شما اگر پاسپورت شما آمده باشه میده. بله. دیگه بعضی کسا که هسته مثلا مشکل میخورن،
مثلا حالا شاید مشکوک دیده میشه یا هر موضوعی، اینا را که هست باز راجع بنه به اداره پلیس، همین دفتر کفالت همین آدم ها را یک مکتوب میده، میگه ایره ببر در پیش پلیس، بالاخره باید پلیس اونا را ببینه یا تحقیق چیزی میخواد، هر چی که میخواد نه. بعد نفر میره پیش پلیس و از اونجا از سیستم خود پلیس کارای خوره پیش میبره و اونا یک مهر تاییدی هم زنه، دوباره اون مهر تاییدی هر که آورده دفتر کفالت میتونه پاسپورت خود تسلیم شه. یک نکته را اینم اینجا عرض کنم عزیزای دل، کسایی که مثلا هستین در ایران معرفی میشین در پلیس، نترسین از یک مثلا خیلی واسه ترس میخوره. آره از چیزی که خوشم نمیه میداره. خب بیا ما برمیگردیم. دوستای زدم روی ما یک گلمه، گله چیز گوسفندام یا بزرگ گوسفندام اونو سگ داره، سگ داره، سگای از اونو بسیار بیرحم است، زود زود حمله میکنه ولی تیزم میاد بودو بریم. خب به هر صورت بعد از زایدیل شما ترس نخورین از اینکه در پلیس معرفی شدین، خیلی هستم میترسه از اینجا اصلا چیز خور تغییر میدنه، شما نترسین. بله. برین در پیش پلیس، پلیس تنها کاری که مونه فقط یک چک مونه، در پاکستان هم این موضوع بود که پلیس چک مونه. آره. پلیس فقط چک مونه که شما حالا نمیدن هر موضوعی که دارین اون امور چک مونه و شما را امور تاییدی هم میزنه، میاین دوباره پاسپورت رو دریافت مونه. بله. اکثر دوستار ما تا جایی که خبر هستیم دیدیم شنیدیم انو بخی از پاسپورت دست بالا نمیگه، ما اگه برم مرد دیپورت مونه. دیگه او موضوع نیه از زایدل، هیچگاه شما دیپورت اینا نمیشه. خب ما و مرزی هم رفتیم از زایدل، این مراحل انجام دادیم، اما متاسفانه در بعدی ها یک اتفاقی که افتاده کارت کارگری اجباری شده. آره. مثلا من گفتم که من نیاز ندارم این کارت چون من کارگر نیو. آره. نمیخوایم این کارت داشته باشم. اونا گفتن که این انتخاب شما نیه که مثلا میخواهید داشته باشی یا نداشته باشی. آره. این یک چیز هست که گله استاد شده، این انتخاب نیه مثلا که شما بتونید انتخاب بکنی که داشته باشی یا نه، شما این را حتما باید تهیه بکنی. بله. بعد خب من گفتم این رقمی کسی مثلا، خب من به عنوان یک گردشگر آمدیم در داخل ایران که اجبار هستم هم کار در گرفتم، گفتم خب باشم من کارت میگیرم. بله. باز در اونجا گفت که شغل چیه، من گفتم یوتیوبرم، اونا اینقدر مانده بود که حالا اونجا چی نوشته کنه. آره به خاطر که همون گزینه نبود، گزینه یوتیوبری یا کارهای آنلاین و اینا هیچی نبود در بین ازو. بله. هیچ چیز نبود. بعد گفت که خب ما ایره نداریم چیکار کنم، من گفتم ما خب ما قبلا مثلا در افغانستان کلینیک دندان داشتم، من میتونم به عنوان یک دکتر دندان هم هستم. بله در افغانستان دکتر دندان بود دیگه. آره. بعد یک لحظه مثلا فکر کرد، گفت که نه ایران ما نداریم در داخل سیستم. کلن چی داره اونا؟ امی موضوعات کارگیر مثلا برنایی تو در کدوم کارخانه کار مونی. آره. خلاصه همی چیزهای کارهای ساده را. آره برای کارگرها. آره برای کارگرها. خب من گفتم خواهی تو من را بزن نمی کارگر روزمزد. سمینار که نداری بودم بزن دیگه، گفتم بزن کارگر روزمزد حال خود تو، من که میگم من ضرورت ندارم، میگه اجباری. خب اجباری کس کارگر روزمزد بزن، بالاخره کارگر روزمزد زد و من هم کارت گرفتم، گفتم باش که حالا کارت گرفتم خیلی مرم کارم مونم. دیگه عزیزا ای که در قبال چند مبلغ رو ما گرفتیم چند بود مرتضی؟ البته عزیزای دلیم فکر کنم که در دفترهای کفالت مختلفی فرق مونه، اما در دفتر کفالت که ما رفته بودیم در اونجا برای از ما اینی چیزی مشخص از قیمت اینا نمیگه. آره. قدر هیچ اینی خیلی متاسف هم شدم از این مورد که بسیار یک رویه بد داره با مراجعین، یعنی آدم هایی هسته که خیلی سنش بالایه دیگه اونجا مهنه. آره. قد از اونا یک رقم روی همونه همی کارمنداش که مثل یک طفل خورد پاشو گم شو اون بر بشین، نمیفهمم که کسافت چرا اومدی تو، من مگه اسم تو رو گفتم که تو اومدی تو، مثلا
این رقم گپا میخی آدم چی میشه؟ امجور رو بروی خود من یک مردکه 80 ساله را، یک کارمند اداره کفالت که حدوداً شاید 30 سال شده باشه یا نه، گفت که گم شو برو بیرون، گم شو برو بیرون، برادر اگر نری حالا مثلا بال شدم دهن تو رو سرویس کنم و فلان. مثلا بالاخره دیگه چه کار کنیم؟ این روزی است که در سر ما آمده، این باران هم رسید. باران هم آمد عزیزا، هر منطقه، هر کشور، هر قاره کسته هم خوب و بد خوره داره، هم خوب داره هم بد. هم بد. حالا ما نمیگیم که اینجا همگی رقمه خوب، بعض یا رفتاری سالم نداره. نجات پرستانه و نمفهم است. خب بالاخره. آره بالاخره همینطوری است. حالا ما ما نمیخوایم زیاد در این مسائل دامن بزنیم، چرا که داخل کامنت ها باز دوستا درگیر میشه. آره خوب نیست. از ما هم وطنای ما خوب و بد داره دیگه. دقیقاً. من دیدم افغانستانیای عزیز خود خورم اونجا دیدم که اصلا هیچ رعایت نمیکنن. آره. به اندازه یعنی سر سوزن رعایت نمونه. مثلا وقتی که میمو طرز پوشیش و نظافت و امون نظمی هم از اداره را اصلا رعایت نمونه. در صورت از زای دل نمیخویم زیاد در این مورد صحبت کنیم. خوب بعد همه جا هسته فکر نمونم که از یک ویدیویی که مو مرزه رکارد مونیم کسی متوجه شد و بخواه خود خور اصلاح بکنه. اگه ما با دنبال اصلاح جامعه نیستی همه هستیم. ما هستم. امیدوارم همی یک نفرم که همی ویدیو رو میبینه همی لحظه ببینه مقایسه کنه که رفتار خوب کدامه، رفتار بد کدامه. حالا نه من منظور نیست که مثلا من خود حدی نمیبینم که بیایم مردم فهم بدم که شما چی رقم رویه کنین یا نکنین، ولی در امید یک روزی که همگی در یک احترام بذاره در هر جایی، چی در یک پیش یک مغازه، چی در یک سر یک سرک، چی در یک دفتر، در هر جایی احترام واجب است که آدم ها باید در یک احترام بله. دقیقاً. آره موضوع هزینش، هزینه تمدید پاسپورت از دادیل برای 3 ماه 240,000 تومان برای هر نفر است. 40,000 تومان برای ثبت نام، 200 تومان دیگه هم اینا میگیرن بابت خود ویزا. آره قیمت ها رو باز بگم برای شما. در قسمت کارد کارگری عزیز دل، کسایی که مثلا ضرورت داره بگیره بسیار یک سهولت خوبه، خیلی خوبه. یعنی شما جواز کار شما در جیب شما دیگه، همه چیز شما قانونی میشه، هیچ کس نمیگه که مثلا تو چرا، و هر جایی که مثلا بری دنبال کار همون کار فرمام که همون کار در جیبت ببینه، در دستت ببینه، میگه که والا می آدم اصولی قانونی بیا امیر من بگیرم. آره. قطعا انتخاب اول شما این اگر این کارت اینا رو داشته باشین. بله. دیگه قیمتش 1,100,000 تومانه. دیگه کد فراگیر اینا رو هم برایش ما میده که حدود الان نمیدونم اونجا از بعضی 90 تومن میگرفت، از بعضی 40 تومن میگرفت. اینال از مو 3 نفر که است 270 تومن گرفته. البته 270 تومان نقد میگیره که هیچ گونه رسید و گپا نداده برای از ما. هیچ جایی هم ثبت نشده او 270 تومان. 270 دیگر هم از کارت ما کشیده که او رسید داره که مثلا وارد شده در حساب دولت، حالا در حساب کفالته. آره. چی میگه ستاره؟ بیام بغل کنم. بعد از زایدیل در مجموع برای 3 نفر مرزی مرتضی ستاره، یعنی برای تمدید پاسپورت و برای امضای کارد کارگری اینا، کارد کارگری البته تنها برای از ما داداشته، برای از اینا نه، و کل مصارفش حدودا 2,000,000 تومان شده. آره. با کرایه موتر اینا که حساب کنیم 2.5-3 میلیون شده و یک 2-3 روز علافی داره، بیکاری، منتظری و این چیزا داره. سختی کشیدن داره دیگه. یک از دلایلی که ما و مرزی هم از داخل دفتر کفالت و از بیرون اینا شما بالاخره ویدیو نگرفتیم همینه که اونجا بسیار انتر سخت نوبت گرفتن و شلوغه دیگه. آره. زیاده مردم، خیلی زیاده، جایی نیه اصلا که آدم خلاصه زمینش فرا هم نیه که آدم بخواد کم بخواد در رو اونجا ویدیو بگیره. دقیقا. به هر حال عزیزا، اینی بود از معلومات در مورد گرفتن ویزا در ایران. دیگه حالا نمیدونم تمدید ویزا. تمدید ویزا. آره.
هر دوستی که اطلاعات کامل تر داره مثلا ما رو میگه که شما معلومات درست نداری، این رقم نیه، این رقم نه. آره. همون دوست ما در کامنت معلومات رو کامل نوشته کنه که دوستای دیگه از معلومات از او بتونه استفاده بکنن. ما فقط همو تجربه شخصی خود رو میگیم دوستای عزیز، ما اینطور اطلاعات کلی بلدش ما نمیدیم که مثلا ایران که آمده این نمی رقم است. ما میگیم این نمی چیز برای از ما گذشته، این نمی طور بوده. بله دیگه، شما میتونین که از او استفاده کنین. هوا خیلی قشنگ عزیزو نگه، نمیدونم شما میلی دک جاستید چی رقم هوا داره جای شما. ما کامره رو تو بگیر ستاره رو موقعی کم نفسک میزیم. خیلی بینگری بیا پر ستاره بغل بابا. آفرین. خب عزیزای دل، ای بود از معلوماتی که در ارتباط به البته معلومات نه، از سرگذشت از مو در ارتباط به تمدید پاسپورت و بله. کارد کارگری اینا. همینجا من فکر کنم ویدیو به پایان برسه. بله عزیزا، یک چیز دیگر ما میخواییم بگم عزیزا که بعضی از برادرها و همزبانای از ما که در ایران هستن زیر ویدیوی ما زیاد زیاد کامنت میدین، میگه که چرا ایران آمدین، برین در کشور خودون پا اینجی جای شما نیه. دیگر ما میخواییم بگم که ما در ایران که آمده به اندازه کافی هزینه پرداخت کرده، ویزه داره، دیگر هر کس میتونه در هر کشور که خواست بره ویزیش رو بگیره، آزادانه زندگی کنه. ما مرتضام ویزه داریم، دیگه میخواییم زندگی بکنیم. شما اگه کدام وقت افغانستان هم رفتیم ویزه بگیرین، غیر قانونی نرین. البته جا داره که تشکری بکنیم از اوی در دوستایی که حالا در مقابل اینه برعکس این موضوع هم هست، کسایی که مثلا من اوی چیزار نوشتم نه، ولی در برعکس از اونا دوستایی هست که شدیداً ما رو خوش آمدید گفته. بله. میگیم دست شما درد نکنه. خیلی هم از دوستای دیگه هستن زین از همسایه‌های ما خبر شده که مثلا ما کانال یوتیوب داری، تلاش داره که ما رو دعوت بکنه در خانهشون، در سر کاربارشه. خلاصه به نحوی داره همراه ما ارتباط میگیره. ما بسیار بسیار زیاد تشکر میکنیم از اون دوستا که ما رو حمایت میکنه. بله. اگر لطف دارین ما بسیار زیاد خوشحال هستیم و شما را از صمیم قلب دوست داریم. تا دیدار بعد، تا ویدیوی دیگر، خدافظ. زیر شورت استفاده کنم. نه.